سرخط خبرها. خروج خانواده های کارکنان سفارت فرانسه از ایران در پی بالا گرفتن تنش با اسرائیل. آمریکا هم برای دیپلمات هاش در اسرائیل محدودیت سفر وضع کرد. طلبه و سرباز ناچیز امام زمان لحظه. بازگشت کاظم صدیقی به امامت نماز جمعه تهران بعد از جنجال بر سر اتهام زمین خاری. منتقدان میگویند دهندکجی حکومت به افکار عمومی است. حکم قضایی درباره ارتباط تهران با حملات 3 دهه پیش به مرکز یهودیان و سفارت اسرائیل در آرژانتین. دادگاهی در بوئنوس آیرس حکومت ایران را تروریستی اعلام کرد. و 10 سال بعد از ربودن دست جمعی دختران دانش آموز در نیجریه، آنها که از دست بوکو حرام گریختند از نبود حمایت کافی دولت می‌گویند. عصر بخیر، خوش اومدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. با بالا گرفتن احتمال حمله تلافی جویانه ایران به اهداف اسرائیلی، فرانسه از شهروندانش خواسته به ایران، لبنان، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی سفر نکنند. سفارت آمریکا در اسرائیل هم به کارکنانش هشدار داده که به بیرون از چند شهر بزرگ این کشور تردد نکنند. واشنگتن همزمان به ترکیه، عربستان و چین گفته که افزایش تنش در منطقه به نفع هیچ کس نیست. بعد از حمله 11 روز پیش اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق که 13 نفر در آن کشته شدند، ایران گفته قصد تلافی دارد. پرام قبادی گزارش می‌دهد. 11 روز از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق گذشته، اما هنوز خبری از انتقام نیست. انتقامی که ایران بارها وعده آن را داده. آمریکا و اسرائیل ظاهراً احتمال حمله را می‌دهند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در حال رایزنی با سایر کشورهاست تا از افزایش تنش جلوگیری کند. آقای بلینکن با وزیر خارجه ترکیه دیشب صحبت کرد. با وزیر خارجه چین هم امروز صبح حرف زد و بعدش با وزیر خارجه عربستان سعودی. او تماس‌های دیگری هم داشته، نه فقط با همتاهاش بلکه در رده‌های مختلف، تا این پیام واضح رو به ایران بفرسته که نباید به افزایش درگیری دامن بزنند. همزمان سفارت آمریکا در اسرائیل به کارمندانش هشدار داده که از سفر به خارج از بیت المقدس بزرگ، تل آویو یا مناطق بئرشبع خودداری کنند، مگر احتیاط کافی را رعایت کنند. وزارت خارجه فرانسه هم به شهروندانش هشدار داده که در روزهای آینده به هیچ وجه به ایران، لبنان، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی سفر نکنند. این کشور همزمان خانواده دیپلمات‌هایش را از ایران فراخوانده و انجام مأموریت در کشورهای نامبرده را هم لغو کرده. رهبر جمهوری اسلامی 2 روز پیش در نماز عید فطر دوباره وعده انتقام داد. وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن، مثل این که به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. مسئله این است که آیا ایران خودش دست به کار می شود یا باز از طریق نیروهای مورد حمایتش اقدام می کند. پرهام قبادی، بی بی سی. مشتبه نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس فرانسه با ماست. آقای نجفی، کسانی که رسانه ها رو در ایران دنبال میکنن میگن که فضای رسانه‌ای ایران دیروز و امروز مشخصا آرام تر بوده نسبت به این حمله تلافی جویانه ایران که دربارش در 2 هفته گذشته صحبت شده. این رو چطور میشه دید؟ یه مسئله اینه که خب ما چند روزی گذشته از فشاری که از طرف افکار عمومی اصولگرا به حاکمیت اومد که وقت زدنه. ما چند روز از این مرحله گذشته، خود به خود این گذشته زمان یه مقداری تأثیر دارد، اما مسئله مهمتر به اعتقاد من کنترل جمهوری اسلامی بر فضای رسانه‌ایه. در کنترل این فضای رسانه‌ای به خصوص رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی کار آسان‌تری هست برای نظام، به این معنا که اگر قرار باشد حمله‌ای هم برنامه‌ریزی شده باشه، قطعاً با یک سری دستورالعمل‌هایی که به رسانه‌ها میدن ما میتونیم این رو ارزیابی بکنیم، یعنی یک نوع سازماندهی رسانه‌ای برای کنترل افکار عمومی.
فکر می‌کنید این کنترل رسانه‌ها با چه هدفی داره انجام میشه؟ ببینید جمهوری اسرائیل به اعتقاد من تلاشش اینه که پاسخی که به اسرائیل میده به معنای پاسخی باشه که کنترل شده باشه. من فکر کنم همچنان در ذهن مقامات جمهوری اسلامی پاسخی در حد پاسخ به ترور قاسم سلیمانی هستش که به حمله به پایگاه های عین الاسد منجر شد. از این منظر خب کنترل رسانه هم از این منظر خب بود مهمی از استراتژی نظامی جمهوری اسلامی ارزیابی میشه. اما اینکه مثلا این پاسخ چون طرف مقابلش اسرائیل هستش و در ذهنیت مقامات اسرائیلی چه میگذرد، آیا اون پاسخ اسرائیل میتواند از کنترل خارج بشه یا آیا میتواند به یک جنگ گسترده تری منجر بشود، به نظر من همچنان این سوال‌ها برای خود مقام‌های جمهوری اسلامی مبهم هستن و هنوز فکر کنم در مورد تبعات اقدام احتمالی به خاک اسرائیل که ما هنوز فعلا در حد رسانه میدونیم، یعنی گزارش هایی که داره تایید نشده هستن، ما اینها هم باید یه مقداری به عنوان با سوال نسبت به این گزارش ها نگاه کرد. اما من فکر کنم تمام این تمهیدات از طرف جمهوری اسلامی به این صورته که بتواند پاسخی کنترل شده به اسرائیل بدهد، مبنی بر اینکه افکار عمومی اصولگراش رو راضی بکنه و به جنگ گسترده‌ای منجر نشود. مسئله اصلی این است که پاسخ تل آویو چه خواهد بود. متشکرم از شما مشابا نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. دو خبر کوتاه. مدیر عامل فرودگاه امام خمینی تهران میگوید که شرکت لوفتانزا از یک شنبه پروازهایش را طبق برنامه انجام میدهد. او اضافه کرده که از 24 اسفند پارسال تا 17 فروردین امسال نزدیک به 4000 پرواز از این فرودگاه به 60 نقطه جهان انجام شده. بیشتر شرکت لوفتانزا اعلام کرده بود که به خاطر تنش در خاورمیانه از شنبه پیش تا پس فردا هیچ پرواز رفت یا برگشتی به تهران ندارد. روزنامه بریتانیایی تایمز میگوید ارتش اسرائیل اسنادی را درباره حمایت مالی ایران از حماس به این روزنامه نشان داده. به گزارش تایمز این اسناد نشان می‌دهد که ایران در 10 سال حدود 250 میلیون دلار به سران حماس پرداخت کرده. ارتش اسرائیل میگوید این اسناد را از تونل‌های غزه به دست آورده که شامل مکاتبات سران حماس با مقام‌های ایرانی هم هست. از جمله نامه‌ای از سوی ایران که جدول پرداخت‌ها از سال 2014 تا 2020 به آن پیوست شده. در ایران بازگشت کاظم صدیقی به امامت نماز جمعه تهران واکنش‌های گسترده‌ای داشته. او از روحانیون نزدیک به رهبر ایران است که بعد از انتشار اسنادی مربوط به یک شرکت متعلق به او و فرزندانش در معرض اتهام زمین‌خواری قرار گرفت. بعد از انتشار این اسناد او مدتی از نماز جمعه غایب بود. آقای صدیقی امروز در خطبه‌هایش این اتهام‌ها را حواشی شبکه‌های اجتماعی خواند. همزمان تصاویر منتشر شده از نمازگزاران در مصلای تهران که تعدادشان را کم نشان می‌دهد. فروش امیرشاهی گزارش می‌دهد. کاظم صدیقی به امامت نماز جمعه برگشت. اما این تصاویر نشان می‌دهند که مستمعانش چندان پرتعداد نبودند. با وجود اتوبوس‌هایی برای انتقال نمازگزاران، حتی بسیاری از اصولگرایان نزدیک به حکومت خواهان برخورد با او در پرونده زمین‌خواری اند. امروز این اتهام را حواشی شبکه‌های اجتماعی توصیف کرد. شبکه‌های مجازی، قتلگاه جوان‌ها، مسلخ آبروها، این طلبه و سرباز ناچیز امام زمان رهبری و مردم رو بهانه قرار دادن و در اثر یک غفلت باعث شدن اینقدر مردم عزیز ما دلشون شکست. گفت مردمی را که از او دفاع کردن دعا می کند. پیام داد که آدم ها برادرانشان را له نمی کنند، حتی اگر اشکالی داشتند. کاظم صدیقی از زمانی که پرونده مربوط به انتقال زمین های مرغوب به شرکتش افشا شد، به طور غیر رسمی از برگزاری نماز جمعه کنار گذاشته شده بود. با این حال در دیدارهای رسمی آیت الله خامنه ای حضور داشت. خیلی ها آن را نادیده گرفتن فساد حلقه نزدیکان دفتر رهبر جمهوری اسلامی تعبیر کردند.
عباس عبدی یادداشت نویس در توییتی نوشت که ادامه امامت جمعه آقای صدیقی یعنی آنچه افشا شده چیز جدیدی نیست، یا اینکه رفتار ناقض عدالت شرط امام جماعت نیست. اما احمد زیدآبادی روزنامه نگار گفت که اگر غرض از حضور او در نماز جمعه تبرئه‌اش از اتهام‌ها باشد، نه تنها بی‌اثر بوده بلکه دهنکجی به افکار عمومی است. با اسنادی که یاشار سلطانی روزنامه نگار افشا کرد، مشخص شد که او مالکیت 4200 متر از زمین‌های مرغوب ازگل را در مجاورت مدرسه علمی امام خمینی تهران به شرکت خودش و پسرانش منتقل کرده. به دست بالا. ابتدا گفت امضایش جعل شده و خبر نداشت. حقوق‌های تبلیغاتی با بیشتر شدن اعتراض‌ها و واکنش‌ها آن را غفلت خواند و افشایش را کار دشمن. می‌خوام یه بار دیگه تماشا کنم هیکل ربانی تو را. کاظم صدیقی سال‌هاست که از مقربان رهبر جمهوری اسلامی است. این وجود مبارک، این علمدار فاطمی ما را. او در سخنرانی‌هایش همیشه آیت الله خامنه‌ای را تایید کرده. گاهی قلوبامیز و واکنش برانگیز، مثل این روایتش به نقل از کسی که میگوید موفق به دیدار امام 12 شیعیان شده. پرسیدم آقا، حضرت آقا در نظر شما چی جورن؟ حضرت فرمودن ایشان از ماین. نیاره، جان بده. چنین گریه ها و همراهی هایی حاشیه های امن برای معتمدان حلقه قدرت در ایران ایجاد کرده. حتی با وجود درخواست‌های بیشمار برای برخورد با رئیس ستاد امر به معروفی که اصولگرایان نزدیک به حکومت او را معلم اخلاق می‌نامند و حالا مشخص شده چون به خلوت می‌رود آن کار دیگر می‌کند. فرنوش همشاهی، بی بی سی. مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از استانبول ترکیه با ماست. آقای کاظمی، بعد از اینکه این اتهام‌ها علیه آقای صدیقی مطرح شد، بسیار واکنش برانگیز بود، شبکه‌های مجازی پر شد در مورد واکنش‌ها به اون. فکر می‌کنید چطور میشه دیدین که الان او دوباره امامت نماز جمعه تهران رو بر عهده داشت؟ خب فکر کنم که اتفاق تازه‌ای رخ نداده، یعنی غافلگیر کننده نبود. ما اگر به سوابق حکومت و همین موضوع خود آقای صدیقی از یک ماه پیش از اول نگاه بکنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی در واقع ترک عادت نکرده و یک کاری نکرده که مخاطب غافلگیر بشه. پیشبینی هم بر همین بود، اینکه موضوع نادیده گرفته بشه. آقای صدیقی کم کم به همون عرصه‌ای که قبلا در اون حاضر بود بازگرده و عملا موضوع به فراموشی سپرده بشه، به فراموشی از منظر اینکه حکومت تلاش بکنه که موضوع رو مشمول مرور زمان بکنه. موضوع تازه‌ای نیست، در موارد خیلی مشابه این اتفاق افتاده. من قبلا هم در برنامه شما عرض کردم که اگر قرار بود در جمهوری اسلامی با چنین مسائلی برخورد بشه یا اون فرد اینقدر نزدیک به حلقه اول قدرت و شخص رهبر جمهوری اسلامی تنبیه یا مجازات یا برکنار بشه، الان محمد باقر قالیباف عملا رئیس مجلس نبود، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نبود و بسیاری از منصوبان علی خامنه‌ای در جای جای کشور الان باید در زندان می بودن. اما خب جمهوری اسلامی ترک عادت نکرد و همون روش همیشگی رو ادامه داد. یک پیغام داره در واقع دیگه، این که در ساختار جمهوری اسلامی مهمتر از هر چیزی اصل وفاداری است. وفاداری به ایدئولوژی، وفاداری به پروپاگاندای نظام و از همه مهمتر وفاداری به شخص علی خامنه ای. در واقع میگن که یک بخشی از عادی سازی هست. بله، فکر میکنم اگر بخوام نگاه بکنیم به صحبت های خود او که در خطبه ها بهش پرداخته، گفته که این فضای تندی که بوده در واقع هدفش این بوده که دشمنان به گفته او من رو نمیزنن، مردم رو میزنن. فکر میکنید که چرا چنین حرفی رو میزنه؟ میخواد چه کار بکنه با این صحبت ها؟ خب روش فرافکنیه دیگه. ما اگر باز به گذشته بازگردیم، زمانی که موضوع پرونده فساد هلدینگ یاس مطرح شد که در اون بسیاری از فرماندهان سپاه، نیروی قدس سپاه در داخل در خارج، اینها دخیل بودن در اون پرونده و عملا هزاران میلیارد تومان اموال مردم به تاراج رفته بود، علی خامنه‌ای در واکنش اعلام کرد که دشمنان علیه سپاه پاسداران لجن پراکنی میکنند. کاظم صدیقی جایگاه متفاوتی نسبت به اون فرماندهان سپاه داره، اما کسی که به عنوان معلم اخلاق شناخته میشه، بارها بر همین چیزی که در گزارش شما بود، یعنی تایید علی خامنه‌ای توسط
توسط امام 12 شیعیان تاکید کرده بود و خب کسی هم در حکومت در مقابل این سخنان اون موضع نگرفته بود. اگر یه همچین فردی رو کنار میگذاشتن، در واقع حکومت باید اعتراف میکرد که در چنین جایگاهی از بحث سیاسی ساختار جمهوری اسلامی و جایگاه مذهبی کسی مرتکب فساد شده. عملا جمهوری اسلامی اینطور برآورد کرده که چنین اعترافی هزینش از برخورد با فساد بالاتر، هزینش از این که افکار عمومی این چنین واکنش نشون بدن و عصبانی باشن مهمتره. و خب کاظم صدیقی هم به عنوان کسی که همین سخنانی که در گزارشتون پخش شد یکی از عوام فریبترین چهره های جمهوری اسلامی است، باز به همون حربه متوسل شد، حربه‌ای که همواره جمهوری اسلامی ازش استفاده کرده، این که هدف نظام نیست، هدف ایرانه، هدف مردمه. و این اولی موردش نیست. من فکر میکنم که در موارد آینده هم که یه همچین اتفاقی حتی در حجم خیلی بزرگتر از این فسادها هم رخ بده، ما دقیقا با همین رویکرد مواجه خواهیم بود. از شما مسعود کاظمی، روزنامه نگار. نگاه دوباره به منتر عناوین خبری برنامه. در پی بالا گرفتن تنش بین ایران و اسرائیل، فرانسه تصمیم گرفته خانواده کارکنان سفارتش را از ایران خارج کند. با وجود انتقادهای گسترده بر سر اتهام زمینخواری کاظم صدیقی، نماز جمعه تهران امروز به امامت او برگزار شد. در ادامه برنامه، سرنوشت تلخ ده ها دختر نیجریه‌ای 10 سال بعد از ربوده شدن به دست بوکو حرام. دادگاهی در آرژانتین میگوید ایران دستور حملات مرگبار 3 دهه پیش به اهداف اسرائیلی و یهودی را در بوئنوس آیرس صادر کرده. بر اساس حکم این دادگاه، حزب الله لبنان به دستور مقام‌های وقت ایران اقدام به بمب‌گذاری در سفارت اسرائیل و مرکز یهودیان اسرائیل و آرژانتین کرده. در این دو حمله 114 نفر کشته شدند. دادگاه آرژانتینی جمهوری اسلامی را تروریستی خوانده و از دولت این کشور خواسته از ایران به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کند. ایران در گذشته دست داشتن در این حملات را رد کرده. حبیب حسینی فرد، کارشناس امور بین الملل از بن آلمان با ماست. حسینی فرد، خوش اومدید به برنامه. چطور میشه دید حکم این دادگاه رو و اگر این شکایت صورت بگیره چه حاصلی خواهد داشت؟ حالا چیزی که با حکم دیروز روز پنجشنبه به نوعی یک پرونده 30 ساله داره میره که بسته بشه، اونم پرونده‌ای که یکی از جنجالی ترین و پرمناقشه ترین پرونده های قضایی در آرژانتین بوده. رؤسای جمهور مختلفی، 4 تا رئیس جمهور دست کم باهاش درگیر بودن، برای برخی حتی پای محاکمه و زندان و این حرفا، البته نه زندان نرفتن ولی محاکمه شدن. از اولش که همون دهه 1990 که این اتفاق افتاد، آقای منم رئیس جمهور بود، بعدن متهم شد در کنار قضات و دادستان و این حرفا، که به نوعی رفتن پرونده رو به طرفی بردن با شهادت‌های غیر واقعی که به نوعی ایران را از زیر ضرب بیارن بیرون، برای اونا محاکمه تشکیل شد. بعد از منم دکتر رئیس جمهور بعدی، این آقای کرشنر و خانم کرشنر که خانم همسرش بود که اینا رئیس جمهور شدن، اونها به نوعی دائم در حتی مجمع عمومی سازمان ملل هم انگشت اتهامشون دائم متوجه ایران بود که نمیاد، همکاری نمیکنه. و این حکم مربوط به بازداشت اون 8 عناصر اصلی که در ایران مثلا متهم به این مسئله هستند، مثلا رهبران ارشد ایران رو، اینا رو اجرا نمیکنه. بعدن خب یک اتفاقی افتاد که خانم کرشنر سال 2013 یعنی دوره که آقای احمدی نژاد سر کار بود، آقای صالحی هم وزیر خارجه، یک کمیسیون حقیقت یاب خواستن تشکیل بدن، حالا که ایران نمیاد اینها رو متهمان رو بفرستن در یک کشور ثالثی، یا از ایران از آرژانتین قوه قضاییه کسانی بفرسته در ایران از متهم بازجویی بکنه، که خب اون هم تغییر میکنه بعد از بله با مشکلات بسیاری. و نهایتا الان که این حکم اومده بیرون بعد از این چندین به اصطلاح سال مناقشه و این حرفا، به نظر میاد که هم یه سری اسناد و مدارک شاید پرونده جمع و جورتر شده، هم فضای بین المللی و داخلی، میدونیم که آقای مثلا رئیس جمهور کنونی که ظرف 4 ماهی که الان حکومت میکنه، خودش خب رابطه خیلی تنگاتنگی با یهودیان آرژانتین داره، با اسرائیل داره، اولین سفر خارجی رو به اسرائیل کرده و همین یه مقدار گشایش ایجاد کرده که پرونده رو به اصطلاح بیش از پیش در این راستا هم پیش ببرند. از این جهتش این حکمی که داد این به اصطلاح دادگاه میگه که ما باید در قوانین جزاییمون و در قوانین مربوط به قوه قضاییه
تجدید نظر بکنیم، اصلاح بکنیم، به طوری که بشه متهمان رو در به طور غیابی هم محاکمه بکنیم. یعنی هنوز این حکمی که داده آنچنان چیز بین المللی نداره، مگر اینه که قوه قضاییه با این تجدید نظری که در قوانین خودش میکنه بتونه محاکمات غیابی هم صورت بده، اون موقع میتونن بیش از پیش محاکمه بین المللی رو، حاده بین المللی در رابطه با اینکه ایران رو بذارن زیر فشار، خب اصلا به میدون بکشن. متشکرم از شما حبیب حسینی فرد، کارشناس امور بین الملل. دیدبان حقوق بشر گزارشی جدید درباره خشونت علیه زنان ورزشکار به سازمان ملل متحد ارائه کرده. این گزارش شامل آزار جنسی زنان و دختران ورزشکار در چند کشور از جمله افغانستان است. دیدبان حقوق بشر به نقل از ورزشکاران زن افغان گفته طالبان مراکز ورزشی زنان را بستند و با بعضی از آنها با خشونت رفتار کردند. روین رهنوش گزارش میده. هرات 10 سال پیش تکودو برای نهادی نکردن کرکت زنان در افغانستان، ورزشی که در بخش مردان در زمان طالبان هم پیشرفت زیادی داشته. حتی همان سالهای حاکمیت نظام جمهوری هم فعالیت ورزشی برای زنان ساده نبود. باید از موانعی همچون فتواهای چهره های مذهبی علیهشان گرفته تا آزار و اذیت مسئولان و غیره عبور میکردند. ولی با همه اینها مسیر مثبت و خوشبینانه بود و همه چیز سیری نسبتاً صعودی داشت. معلوم نیست طالبان با پرونده های قبلی مربوط به ورزش چی میکنند. مثل کرام الدین کریم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال که دیدبان حقوق بشر بار دیگر در گزارشش از او یاد کرده، سال 1398 و پس از تلاش دادستانی کل برای بازداشتش تا زمان برگشت طالبان در پنشیر متواری بود. طالبان تا کنون کاری به کار آقای کریم نداشته. او متهم به آزار جنسی زنان فوتبالیست بود و فیفا هم به صورت مادام العمر از فعالیت در فوتبال محرومش کرده. حالا که طالبان بر سر قدرتند، زنان ورزشکار فقط در بعضی از رشته ها در بیرون از افغانستان فعالیت می کنند. مثلا بسیاری از این دختران که زمان در داخل کشور رکاب می زدند، فعلا به خارج از افغانستان فرار کرده اند. اما هستند ورزشکاران بسیاری که زیر حاکمیت طالبان امید و رویاهایشان مکدر شده. هیچ تیمی ورزشی زنان در داخل افغانستان فعال نیست. پس شاید طالبان هم بگویند حالا آزار و اذیت زنان ورزشکار هم به صفر رسیده. دیدبان حقوق بشر گفته دولت ها باید درباره اتهام های سوء استفاده جنسی از زنان ورزشکار تحقیق کنند و کسانی که مسئول آن هستند را به دادگاه بکشانند. اما آیا طالبان که مخالف ورزش زنان هستند حاضرند دست به چنین اقداماتی در حمایت از زنان ورزشکار بزنند؟ از طرفی خواسته دیدبان حقوق بشر و همه نهادهای بین المللی آزادی آموزش، کار و فعالیت زنان در افغانستان است. هنوز همراه فعالیت مردان در هر حالتی هموار است. ولی زنان زیر چتر طالبان آهسته آهسته از تمام صحنه ها پایین کشیده شده اند. روین رهنوش، بی بی سی. 10 سال پیش گروه اسلامگرای بوکو حرام 276 دختر بچه را از مدرسهشان در چیبوک در شمال شرق نیجریه ربود. این آدم ربایی در دنیا سر و صدای زیادی ایجاد کرد. اما 2 سال طول کشید تا اولین دختر از این گروه توانست فرار کند. دولت به او و دیگرانی که بعداً از دست بوکو حرام گریختند قول کمک داد. حالا همزمان با افزایش دوباره آدم ربایی در نیجریه، یمیسی آدکو سراغ بعضی از این دختران چیبوک رفته. این اولین آدم ربایی دست جمعی دختران در نیجریه بود به دست بوکو حرام. داستانشان به یکی از بزرگترین اخبار سال تبدیل شد. امین اولین کسی بود که فرار کرد در حالی که کودک 2 ماهه اش را به پشتش بسته بود. اینجا خونمه. وقتی اومدی چه قولهایی بهت دادن؟ گفتن از اون مراقبت میکنن و به مدرسه میفرستنمون و حتی گفتن از بچه هامون حمایت میکنن، چون اون اتفاقی که پیش اومد تقصیر ما نبود. به امینه فقط 11 پوند در ماه برای زندگی میدادند. حالا حتی از آن مبلغ ناچیز هم دیگر خبری نیست. حدود 90 دختر چیبوک هنوز در اسارت بوکو حرام هستند.
لیسو که نام واقعی او نیست، یکی از کسانی است که اخیراً توانست فرار کند. او با دیگر فراری‌ها در خانه‌های دولتی زندگی می‌کند. پذیرفت که به شرط ناشناس ماندن با بی بی سی صحبت کند. نگهبانا حرکاتمون رو محدود می‌کنن و با اجازه اونها می‌تونیم بیرون بریم. دائم سرمون فریاد می‌زنن. بوکو حرام دختران را زندانی و مجبور به ازدواج می‌کرد. با این حال لیسو تحت مراقبت دولت هم چالش‌هایی دارد. از اینکه از دست بوکو حرام فرار کردی پشیمونی؟ کاملاً. درست پشت سر من مجتمعیه که بعضی از دخترای چیبوک الان توش زندگی میکنن. به شدت تحت محافظتن. به اونها گفته شده که با روزنامه‌نگارا صحبت نکنن و چیزی از سرگذشتشون رو منتشر نکنن. دولت ایالت بورنو میگوید که کارکنانش به هیچ نحوی با دختران بدرفتاری نمیکنند. تنها گزینه که به دختران برای ادامه تحصیل داده شده یک دانشگاه آمریکایی خصوصی در نیجریه بود. در 6 سال گذشته تقریباً 2 میلیون پوند دریافت کرده، اما تاکنون فقط یک دختر موفق به فارغ التحصیلی شده. ما این را با دولت جدید نیجریه در میان گذاشتیم. و تمام این پول به دانشگاه آمریکایی نیجریه داده میشه؟ من به هیچ کس چنین پولی نمیدم. حتی اگه توی بودجه هم باشه چنین پولی رو آزاد نمیکنم. این منم که باید امضاشو بزنم. منم امضا نمیکنم. چندین بار با دانشگاه آمریکایی نیجریه تماس گرفتیم اما در دسترس نبودند. در حالی که مشغول فیلمبرداری این گزارش بودیم، 3 آدم ربایی گروهی زنان و دانش آموزان در شمال نیجریه رخ داد. 10 سال گذشته اما دانش آموزان اینجا همچنان امنیت ندارند و زندگی برای آنهایی که توانستند برگردند تقلایی همیشگی است. یمیسی ادیگوکی، بی بی سی نیوز، نیجریا. نوری که از انفجار یک سوپرنووا یا ابر نواختر منتشر شده، ستاره شناسان رو شگفت زده کرده. آنها نمی‌دانند که این ستاره با وجود اندازش چطور توانسته درخشان‌ترین انفجاری رو که تاکنون ثبت شده ایجاد کنه. این ستاره که 2 سال پیش کشف شده در کهکشانی قرار دارد که 2400 میلیون سال نوری با زمین فاصله دارد. علاوه بر این هیچ اثری از عناصر سنگین مثل طلا یا پلاتین در طیف‌های منتشر شده از این ستاره مشاهده نشده. این یافته‌ها نظریه ایجاد فلزات گرانبها در انفجار ستاره‌ها رو به چالش می‌کشه. ممنونم از اینکه همراه ما بودید در بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی.